الصلاه. الله اكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. عليا ولي الله. تسلیت میگم خدمت علاقمندان و طرفداران هنر دوبلاژ ایران. خانم شهلا ناظریان نیازی به گفتن من نیست، واقعا دیگه علاقمندان و طرفداران و هنر دوستان بهتر میدونن که یک صدای با صلابت، یک صدای قوی، یک صدای درجه یک و درخشان داشتن که روی هر نقش و هر رولی که قرار میگرفت واقعا روی اون نقش مینشست و کارش رو درخشان همیشه انجام داد، از ابتدایی که ایشون شروع کردن تا به همین چند سال پیش که متاسفانه به دلیل بیماری که براشون پیش اومد نتونستن ادامه همکاری داشته باشن. خانمی بسیار مهربون، بسیار خوش اخلاق و حرفه‌ای توی کار خودشون، و از ضمن اینکه واقعا از اینکه چیزی رو به کسانی که تازه وارد این کار میشدن یاد بدن هیچ دریغ نمی‌کردن. ایشون 17 سالشون بود که اومدن توی این کار و تو همین یکی دو سه سال پیش که فعالیت داشتن، من به جز محبت و راهنمایی و مهربونی هیچی دیگه ازشون ندیدم. صداشون هم یه زنگ خاصی داشت که مشابه ایشون اصلا دیگه به دنیا نخواهد اومد. روزای خیلی خوبی بود وقتی که سر کار خانم ناظریان بودیم. آقای عرفانی بودن. غیر از این که ازشون یاد میگرفتیم و در کنارشون بودیم، نکته مهمش این بود که خیلی خوش میگذشت. آقای عرفانی، خانم شهلا ناظریان عزیز اینقدر خوش برخورد، مهربان، بگو بخند و حیف. خانم ناظریان یه گلی بودن که از اون اولی که ما وارد این کار شدیم به قدری متواضع، به قدری صبور و شکیبا بودن تو برخورد با ما و مهربون بودن. اصلا آدم احساس نمی‌کرد که مثلا ایشون پیش کسوت ما تازه اومدیم مثلا جلوشون معذب باشیم. میگفتن، میخندیدن، حرف میزدن، یاد میدادن به ما و من از ایشون واقعا درس تواضع رو گرفتم. زمان برنامه صبح چون با شما داشتیم، ایشون ایفای نقش میکردن، کار تئاتر با هم کردیم، بازندیات حسین عرفانی و دوبلاژ هم که دیگه ایشون هیچ جای سوال دیگه برای هیچ کس نداشته، یعنی قطعاً معدل بالا، کار بالا. حالا اگر چهار نفرم خواستن شاگردی بکنن، شاگردهای خوبی بودن، حتما یه چیزی یاد گرفتن. یکی از کسانی بودن که هم ایشون هم مرحوم حسین عرفانی همسرشون واقعا خیلی طرفداران جوانهای این کار بودن و طرفداری میکردن، با جوانها کار میکردن، روی خوش داشتن، همیشه خنده رو بودن، همیشه مثبت بودن ایشون در محیط کار، چه در محیط کار چه در محیط بیرون از کار. یعنی یک آدم به تمام قد حرفه‌ای و هنرمند. واقعا از هوش بالایی برخوردار بودن. میگم به جای بزرگترین خواهرم میتونم ازشون نام ببرم. خیلی با بزرگواری فضایی برای همه ما موقع ایجاد میکردن که بتونیم دیده بشیم، بتونیم به اصطلاح تجربه اندوزی کنیم و حکم نه تنها پیشکسوت و مدیر دوبلاژ ما رو داشتن، بلکه حکم مادری برای ما داشتن. دو سه سال گذشته ما خیلی از همکاران پیشکسوتمون رو از دست دادیم. من همیشه میگم هر کدوم از این عزیزان که ما رو ترک میکنن دیگه پشتوانه های این کار از بین میره و جاشون واقعا خالی میمونه. امیدوارم که نسل های بعدی که وارد این کار میشن بتونن با کار خوبی که ارائه میدن ذره ای از زحمات این دوستان رو جبران بکنن. عموما این مشکل اساسی جامعه ماست که موقعی که این عزیزان زندن زیاد قدرشون رو نمیدونیم. سالها بود که ایشون تو بستر بیماری بودن ولی اونطور که باید و شاید بهشون توجه نشد، دلجویی نشد،
و واقعا متاسفم. امیدوارم قدر عزیزان بازمانده دیگه‌مون رو بیشتر بدونیم. ضایعه دیگر به بدنه هنر این مملکت وارد شد، به بدنه دوبلاژ کشور ما وارد شد و یکی دیگر از اساتید و بزرگان رو متاسفانه از دست دادیم. جایگزینی دارن این عزیزان؟ هرگز نه، واقعا جایگزینی ندارن. امیدوارم کسانی که وارد این کار میشن با عشق بیان و این چنین اثر بزنن از خودشون. یک مراجعه کوتاه بکنید به آرشیو رادیو صدای زنده یاد شهلا ناظریان، آیه عرفانی و دیگر عزیزان رو خواهید داشت. الان خوبه که به هر حال یاد بکنیم از همه کسایی که همینجا داریم میبینیم، مزارشون رو داریم میبینیم. و یه وقتی من واقعا یه مشکلمه، از هر کدوم سنگا میخوام عبور بکنم سختمه. هنرمندا نامیرا هستن و همیشه تو قلب هستن و خدا رو شکر که خانم ناظریان، آقای عرفانی و این خانواده هنرمند همیشه جاشون تو قلب ماست. آقای والیزاده عزیز سلام، بهتون تسلیت میگم. من از نزدیک شاهدم که شما چقدر دوست بودید و رابطه چقدر عاشقانه با آقای عرفانی، خدا رحمتشون با خانم شهلا ناظریان داشتید و یه جورایی همیشه خودتون میگفتید با هم بزرگ شدیم با حسین. لطف کنید اگر کمی برای ما درباره خانم ناظریان عزیز صحبت کنید. والا خدا رحمت کنه شهلا رو، ما دیگه همچین صدایی با این لطافت، با این ظرافت و با این بیان خوب دیگه در دوبله نخواهیم داشت. ناگفته نماند که جوانای میان هستن، میان میرن، ولی یه صداهایی هست که هیچ وقت از نظرها محو نمیشه، همیشه تو خاطره میمونه. یکی از این صداها خانم شهلا ناظریان بود که متاسفانه اون رو از ما گرفت. من با خانم شهلا، با آقای عرفانی، با هم دوستان صمیمی بودیم، 5-6 سال در کنار هم دیگه بودیم، ولی برای من خیلی سخته بتونم راجع به این دوتا حرف بزنم. بازم خدمت همه همکارانم، خدمت دوستانم و خدمت اونایی که از دور و نزدیک با ما آشنا هستن، ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون، به همشون تسلیت میگم و امیدوارم که همیشه شماها زنده باشین.